بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، علی حبیبی هستم و اینجا مدرسه حفظه، جایی که شما میتونید به آسونی حافظ قرآن بشید. همراه من باشید با قسمت 38. اگه اولین باره که این برنامه رو میبینین نگران نباشید، قسمت‌های قبل رو میتونید از طریق اپلیکیشن بشارت از این آدرس دریافت کنید و اون رو تماشا کنید. برای آمادگی سر درس امروز بریم و درس گذشته رو مرور کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر، سوگند به سپیددم و سوگند به شب‌های دهگانه. والشفع والوتر، و سوگند به روز زوج و فرد. واللیل اذا یسر، و سوگند به شب هنگامی که می گذرد و به سوی روشنایی پیش می رود. هل فی ذلک قسم لذی حجر، آیا این سوگندها برای خردمندان کافی نیست؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا ندانسته ای که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ سال 79 وقتی که 9 سالم بود برای اجرای برنامه قرآنی دعوت شده بودم به کردستان عراق. اون مناطق قبایل خیلی بزرگی داره که به آداب و رسومشون خیلی پایبندن. اجرای برنامه قرآنی که تموم شد بلند شدم از مجلس برم بیرون. یهوی همه افراد قبیله از بچه‌های کوچیک و همسن و سالای خودم گرفته تا ریش سفیدا و بزرگای قبیله تمام قد ایستادن. رفتم بیرون و یه سری ناهماهنگی‌ها پیش اومد و قرار شد دوباره برم توی مجلسشون بشینم. تا برگشتم دوباره همه بلند شدن و تا قبل از نشستن من هیچ کدومشون ننشستن. خیلی تعجب کردم. رئیس قبیله‌شون میگفت ما رسممون اینه که وقتی قرآن رو میاریم وارد مجلسمون میکنیم همه به احترامش بلند میشیم تا قرآن توی جایگاه خودش قرار بگیره و بعد میشینیم. احترام به حافظ قرآن رو هم مثل احترام به قرآن میدونیم. اما درس امروزمون حفظ آیات 7 تا 11 سوره فجره. یه بار با صدای استاد پرهیزگار این آیات رو گوش میدیم و برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. گفتیم که توی سوره فجر قراره درباره این صحبت کنیم که ثروت نشونه خوشبختی و توجه خدا به انسان نیست. آیات امروز درباره نعمتایی هست که خدا از کافران سلب کرده. سرگذشت قوم عاد شروع این موضوع بود و حالا ادامه پیدا میکنه. توی آیه 6 خدا از ما خواست که به سرنوشت قوم عاد توجه کنیم. حالا ادامه مطلب رو میخونیم. ارم ذات العماد، آیا ندانسته ای که خداوند با آن شهر ارم که دارای کاخهای با عظمت و ساختمانهای بلند بود چه کرد؟ مردای قوم عاد خیلی هیکلی و قوی بودند. شهرها و زمینای زیادی داشتند، اما معروفترین شهر ارم بود که بیشتر ساکنینش ثروتمند و سرمایه‌دار بودند. تو گام اول آیه رو گوش کنید. ارم ذات العماد، زمزمه کنیم. ارم ذات العماد، حالا همخوانی میکنیم. ارم ذات العماد، بدون استاد تکرار کنیم. ارم ذات العماد، سه بار از حفظ میخونیم. ارم ذات العماد، ارم ذات العماد، ارم ذات العماد. تو آیه 8 خدا یه مقدار شهر ارم رو توصیف میکنه. التي لم يخلق مثلها في البلاد،
در آبادی و شکوه نمونه آن در هیچ کشوری به وجود نیامده بود. تو برخی از گزارش‌های تاریخی اومده که ارم همون شهر افسانه‌ای معروف هست که شداد ابن عاد دیوار قصرای اونو با جواهر و سنگ‌های قیمتی ساخته و 300 سال طول کشیده تا این پروژه عمرانی تموم بشه. گوش کنیم آیه. التي لم يخلق مثلها في البلاد. زمزمه کنیم. التي لم يخلق مثلها في البلاد. همخوانی میکنیم. التي لم يخلق مثلها في البلاد. حالا از روی قرآن بدون استاد بخونیم. التي لم يخلق مثلها في البلاد. سه بار از حفظ تکرار میکنیم. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. توی این قسمت باید آیات رو به هم متصل کنیم. یک بار از روی قرآن بخونید. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. آفرین به شما. حالا از حفظ تکرار کنید. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تو آیه نهم به سرنوشت دومین قوم یعنی قوم ثمود اشاره میکنه و میگه و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. آیا ندیده ای که خداوند با قوم ثمود آنان که در آن وادی تخت سنگ ها را میبریدند چه کرد؟ پیامبر قوم ثمود حضرت صالح بود. اونا تو شمال عربستان امروزی زندگی میکردند و تمدن پیشرفته ای داشتند و توی دل کوه خونه‌های سنگی درست می‌کردن. حالا یا خیلی زور و بازو داشتن یا یه تکنولوژی‌های ویژه‌ای داشتن که باهاش سنگ‌ها رو می‌تراشیدن. آیه رو گوش می‌کنی. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. زمزمه کنیم. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. حالا همخوانی میکنیم. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. حالا از روی مصحف بدون استاد پرهیزگار میخونیم. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وقت سه بار از حفظ خوندن رسیده. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. عالی بود. حالا باید بین این آیات اتصال رو برقرار کنیم. یک بار از روی قرآن بخونید. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. حالا از حفظ این آیات رو به هم متصل کنید. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. خیلی عالیه. رسیدیم به آیه دهم و سومین تمدن یعنی مصر باستان. و فرعون ذی الاوتاد. آیا ندیدی که خداوند با فرعون که دارای قدرت و سپاه عظیم بود چه کرد؟ تمدن مصر حدود 5000 سال قبل کنار رود نیل شکل گرفت و ساخت و سازای عجیب و غریبی از خودشون به یادگار گذاشتن. معروفترینش اهرام ثلاثه هست که حتما میشناسیم. کلمه اوتاد به معنی میخ هاست. چرا خداوند فرعون رو صاحب میخ ها صدا زده؟ بعضیا میگن شاید کنایه از سلطه و قدرتشه و بعضیا میگن شاید اشاره به ابزار شکنجه فرعون داره که توی جاهای دیگه از قرآن بهش اشاره شده.
بریم آیه رو گوش کنیم. و فرعون ذی الاوتاد، زمزمه کنیم. و فرعون ذی الاوتاد، با استاد همخوانی کنیم. و فرعون ذی الاوتاد، از روی قرآن یک بار تکرار کنیم. و فرعون ذی الاوتاد، حالا سه بار از حفظ میخونیم. و فرعون ذی الاوتاد، و فرعون ذی الاوتاد، و فرعون ذی الاوتاد. آیات رو متصل میکنیم و ابتدا از روی قرآن. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. حالا از حفظ تکرار کنیم. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. عالی بود. و اما آیه آخر حفظ امروزمون، فرعونیان رو اینجوری تو این آیه توصیف میکنه. الذين طغوا في البلاد، همانها که در شهرها طغیان و سرکشی کردند. توی جاهای مختلف قرآن، مخصوصا ماجراهای مربوط به زندگی حضرت موسی، خدا بعضی از مصادیق طغیان فرعون و دستگاه حکومتش رو مطرح کرده. بشنویم آیه رو. الذين طغوا في البلاد، زمزمه کنیم. الذين طغوا في البلاد، حالا همخوانی میکنیم. الذين طغوا في البلاد، از روی قرآن تکرار کنیم. الذين طغوا في البلاد، سه بار از حفظ میخونیم. الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد. هزاران درود به شما. توی ایستگاه آخر ما آیات درس جدید رو به هم متصل می‌کنیم. پس آماده باشید تا یه بار با دقت این آیات رو از روی قرآن بخونیم. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. آفرین. حالا از حفظ تکرار میکنیم. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. خدا قوت. تو درس قبل درباره اهمیت توجه به مفاهیم همراه حفظ قرآن گفتیم. دو تا نکته کاربردی اضافه کنم. اول اینکه حداقل چیزی که لازمه کنار حفظ قرآن براش وقت بذارین یادگیری مفهوم و موضوع آیه هاست. راحت تر بگم، اینکه بتونید توی یه جمله بگید این آیه چی میخواد بگه. حالا اگه بتونید همراه با مفهوم ترجمه کلمه به کلمه و تفسیرش رو هم کار بکنید بهترم هست. نکته دوم اینه که الحمدلله ترجمه های زیادی به زبان فارسی موجوده که بعضی از این ترجمه ها راحت و قابل فهمن و در این حال ترجمه خوبی هم دارن، مثل ترجمه آیت الله مکارم شیرازی یا ترجمه آیت الله مشکینی، حجت الاسلام قرائتی و یا ترجمه آقای بهرامپور که میتونن توی فهم راحتتر آیات بهتون کمک کنن. 10 درستون از سوره طارق تا حفظ جدید و مرورتون هم از سوره زلزال تا فیله. از طریق آدرس زیر با ما در تماس باشید. برای بهتر شدن این برنامه حتما انتقادات و پیشنهاداتتون رو با تیم تولید ما در میون بذارید. تردیدی نکنین که حرفای شما شنیده میشه. توی جلسه بعد به یاری خدا تا آیه 15 ها میخوایم حفظ کنیم.
خدا حافظ قلب‌های قرآنیتون باشه. یا حق.